بودن یا نبودن کارلوس کیروش سرمربی فوتبال ایران امروز بحث داغیه هنوز بعد از دو ماه از جام جهانی. به نظر شما مشکل فوتبال ایران چیه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد ورزش ایران به ویژه فوتبال که این روزها هنوز بحث داغیه. دو ماه بعد از جام جهانی هنوز وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تصمیم نگرفتن که کارلوس کیروش بماند یا برود. او امروز رفت، ایران رو ترک کرد بدون اینکه قراردادی امضا کرده باشه. میگن وزیر ورزش و جوانان مخالفه، اما فدراسیون در این مورد حرفی نزده. به نظر شما ورزش ایران دچار چه مشکلاتیه؟ مشکل ساختاری داره؟ مشکل مدیریتی داره؟ چه به جایگاه واقعی خودش اگر بخواد برسه چه مشکلاتی رو باید از سر راهش برداره؟ از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک، توییتر و پیامگیر برنامه بیاین روی خط و نظراتون خودتون رو با ما در میون بذارین. اما اول اجازه بدین گزارشی ببینیم در این زمینه که همکارم شپول عباسی تهیه کرده. دو ماه پس از پایان جام جهانی فوتبال هنوز بحث این است: کارلوس کیروش بماند یا برود؟ او روز جمعه ایران را بدون عقد قراردادی که باید در فدراسیون فوتبال امضا می‌شد ترک کرد. برای ایران که در تب و حسرت پیروزی در میادین ورزشی می‌سوزد، دو حادثه در پیش است. اولی بازی‌های آسیایی کره جنوبی که مصادف شده با 40مین سال بازی‌های آسیایی تهران و کسب مقام دومی در آسیا که حالا تکرار آن رویایی دست نیافتنی به نظر میرسد. توی دروازه یه گل استثنایی از جایی، یه استفه فوق‌العاده و یه ضربه تمام کننده مهلک از علی جایی که اینجوری همه رو خوشحال میکنه. نگاه کنیم این چرخش اوز و ضربه‌ای که میزنه به اون کنج دروازه. کریم میفرسته به اون فرار دیگری از خداداد، بیرزه ده حملات ما بازم میتونیم به گل برسیم. خداداد پشت منطقه جریمه است، پاس فوق‌العاده جایی توی دروازه، توی دروازه پیاپی دروازه کره باز میشه. یک بار دیگه علی جایی به گل میرسه و هارچون کوان رو ببینید که به چه شکلی در اومده. و چند ماه پس از آن هم نوبت به جام فوتبال ملت‌های آسیا میرسد، جامی که ایران در سال‌های 1968، 1972 و 1976 در سه دور قهرمانیش را ثبت کرده است. اما از زمان پیروزی انقلاب 57 دوره‌هایی بوده که حتی از گروه خود هم صعود نکرده. حالا رویاهای 40 ساله در چند ماه به نقطه تلاقی رسیدند برای تکرار پیروزی. اما کاروان ورزشی ایران که این روزها وزارتخانه هم دارد هنوز آماده به نظر نمی رسد و در این میان فوتبال در محور خبرهاست. ماندن و یا نماندن کارلوس کیروش مهمترین پرسش که حتی فدراسیون هم نمی داند. پرسشی که در چند دهه گذشته همواره مطرح بوده. مشکل فوتبال ایران چیست؟ نداشتن لیگ پرقدرت؟ مدیران دولتی ناکارآمد؟ کمبود سرمایه گذاری، دعوت از مربیان خارجی درجه دو و یا فقدان برنامه ریزی برای ارتقای سطح فوتبال و یا مربی ایرانی؟
اما کمی دورتر از تهران حتی در کشورهای خلیج فارس تیم‌ها اردوهای تدارکاتی خود را آغاز کرده و این پرسش‌ها پاسخ خود را یافته‌اند. به صفحه فیسبوک روی خط بندازین یک نظرسنجی برای شما طراحی کرده بودیم که پرسیدیم با توجه به عملکرد گذشته کارلوس کیروش در تیم ملی ایران، آیا با عقد قرارداد با این سرمربی موافقین که تا الان 75% جواب بلی دادن و 25% خیر. اما نگاهی هم با اجازه بدین قبل از اینکه نظرات فیسبوکمون رو با همدیگه یک مروری بکنیم و با کارشناسمون صحبت بکنیم، پیامگیر برنامه رو براتون اعلام کنم. 202-382-7205 منتظر پیام‌های کوتاه شما هستیم. نام خودتون رو یادتون نره ولی تا آخر برنامه منتظر نشین، ابتدای برنامه زنگ بزنین بهتره. مسعود؟ بله، این سوال همچنان باقیه که آیا تیم کاروان ورزشی ایران در این دوتا تورنمنت مهم به ویژه جام ملت‌های آسیا میخواد چیکار کنه، به ویژه این تلاقیش که در گزارش همکارم آقای عباسی هم بود که رویای تهران 40 ساله میشه، مقام دومی که در بازی‌های آسیایی تهران در 40 سال پیش کسب شده، آیا ایران میتونه یه همچین جایگاهی رو پیدا بکنه؟ با یک تدارکات وسیعی میخواد، آیا از این امکانات برخورداره؟ اجازه بدین این پرسش ها رو با مهمان برنامه هم مطرح کنیم. آقای مجید وارث از استرالیا با ما هستن، گزارشگر و کارشناس ورزشی. آقای وارث از خواب بیدارتون کردیم مجددا، نمیدونم شب بخیر بگیم یا صبح بخیر. درود بر شما آقای سفیری، خانم روزیتا نازنین و همه بینندگان عزیز و ارجمندی که ما همین که بدانیم الان که 3:30 بامداد هست در سیدنی استرالیا، وقتی بیدار میشیم اون جلوی دوربین مینشینیم، احتمال میدیم که هموطنی در ایران ما رو تماشا میکنه، هیچ شوقی از این بیشتر نیست و بنده مفتخر هستم که در خدمتون هستم. آقای وارث، من سوال پرسش هام رو از در واقع جام ملت از بازی‌های آسیایی شروع می‌کنم که 19 سپتامبر اگر اشتباه نکنم آغاز خواهد شد. آیا واقعا ورزش ایران میتونه اون خاطره شیرین 40 سال پیش رو تکرار کنه، بازی آسیایی تهران رو؟ در چه جایگاهی از ورزش ایران؟ ببینید، من فکر می‌کنم قیاس شرایط ورزش جهان از 40 سال پیش تا به الان شاید مقایسه منطقی نباشه. یعنی انقدر ورزش، اصلا کلن ماهیت ورزش نسبت به 40 سال پیش متفاوت شده. اون خیلی عظیمی که به بازی‌های آسیایی تهران آمدند، تقریبا میشه گفت هیچ ورزشکار حرفه‌ای درش نبود. اما امروز از دوستانی که به مسابقات میروند از کشورهای مختلف، حتی کشتی‌گیرای ما، والیبالیست هم، اینا دیگه همه ورزشکارهای حرفه‌ای هستن. شرایط عوض شده. اما اگر در مجموع ما بیایم یک تعریف مشخصی از موفقیت بدهیم، امروز موفقیت به اعتقاد من در جهان، در جهان ورزش دو جنبه داره: موفقیت مادی و موفقیت معنوی. یعنی شما نمیتوانید بیایید میلیون ها دلار خرج کنید که مثلا تیم فلان رشته ورزشیتون ببره. این ممکنه از نظر معنوی عده‌ای رو خوشحال بکنه، اما ورزش موفق امروز در دنیا ورزشی است که هم پولساز باشد، هم از لحاظ مادی بتواند خودشو جمع جور بکنه و پیشرفت اقتصادی درش ایجاد بشود، و هم بتواند از لحاظ معنوی ما مدال بگیریم و مردم خوشحال بشوند. حالا ترکیب این دوتا نسبت به 40 سال پیش، حتما 40 سال پیش موفق بوده، اما اینی که ما بخوایم حتی از نظر ظاهری ببینیم اون مدال ها رو میتونیم بگیریم یا نه، به اعتقاد من نخه. رقابت ورزش امروز در دنیا بسیار سنگین تر شده، منتها حرکت ما به شدت کندتر شده. فکر نمی کنم که ما بتوانیم نزدیک اون مقام هم برسیم. ممکنه حالا بعضیا بگن چهارم و پنجم و اینا. ببینید، در آسیا همه ما میدونیم چین هست، ژاپن هست، کره هست، و بعد دیگه تیم‌های دیگه یک دفعه فاصله می‌گیرن. ما رسیدن
شاید در گوانجو بالاترین مقام رو ما به دست آوردیم. به نظر من 4 سال پیش که 4 روم شدیم در گوانجو منطقه با اختلاف امتیاز، این نمیتونه خیلی ملاک باشه، اما رسیدن به مقام اول و دوم، چون بین 4 و 5 و 6 یکی دو تا مدال بیشتر اختلاف نیست، اما به سطح دوم آسیا رسیدن به اعتقاد من تقریبا غیر ممکنه. ممنونم آقای وارث. برمیگردیم به ادامه این بحث، البته بیشتر با فوتبال محور صحبت‌های ما هست. بله، ما به خاطر همین کارلوس کیروش رو سرمون گذاشته بودیم. بله ممنونم. امیر حسین از سوئیس با ماست، بفرمایید، شما روی خطی. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بفرمایید. من نظرم اینه که فوتبال ایران و همه ورزش‌های ایران آیینی هستن که سیاستمدارا دارن دخالت میکنن. بله. و اینکه با هم با وجود این که رسانه‌ها و مردم دوست داشتن آقای کیروش قراردادشون تمدید بشه و حتی اینا با قرارداد اولی هم کنار اومدن، اون فشار رسانه‌ها بود، کنار اومدن و ایشونو کشوندن به تهران و بعدش اضافه کردن مفادی رو به قرارداد ایشون که قابل پذیرش از طرف ایشون نبود. ولی من می‌خواستم کلا بگم در تمام فدراسیون‌های ورزشی آقایون سیاسی دخالت میکنن و فدراسیون هیچ استقلالی نداره راجع به انتخاب مربی. همینطور در مقابل آقای کفاشیان دیدیم که اولش خیلی رضایت داشت ولی دستور از آقای وزیر رسید که ایشون نباید دخالت کنن در کارهای فوتبال ما، نمیدونم نباید بهشون اختیارات داده بشه و الان اینا کوتاه اومدن که آقای کیروش بره از ایران و بعدش بگن که مثلا آقای کیروش اینجوری خواست اینجوری خواست و اذهان عمومی رو اینا تغییر بدن به نفع خودشون. و متاسفانه سیاسی ها میخواستم بگم که خیلی دخالت دارن در امور فدراسیون ها که اگه به گوش فیفا برسه به ضرر ایرانه. ولی خب اینا امیر حسین اجازه بدیم من با شما خداحافظی کنم، صداتون متاسفانه رسا نیست، برمیگردیم به شبکه‌های اجتماعی با روزتا که امروز پرخبره. مسعود، یکی از سوالامون هم همین بود که اصلا چرا به توافق نرسیدن. یکی از کاربرانمون به نام محمد در فیسبوک میگه سوء مدیریت در کشور و بلتب ورزش کشور، سیاسی کردن ورزش مانند مابقی مسائل کشور، عدم یک استراتژی مناسب در ورزش کشور و به دنبال اون نبود برنامه‌ریزی مناسب در جهت رسیدن به هدف، عدم اطمینان مربیان تراز اول دنیا به دلیل عدم ثبات در روابط بین‌المللی با کشورهای جهان، تأثیر تحریم‌ها بر بودجه کشور جهت تامین هزینه‌های تیم ملی، و در آخر میگه اعتقاد نداشتن به علم ورزش و علمی بودن اون و در پی اون به دنبال شعار ما میتوانیم و به کسی نیاز نداریم از عواملی هستش که به در به توافق نرسیدن با کارلوس کیروش میتونه مؤثر باشه. پیامی هم داریم که با هم میشنویم. گذشت از اینکه فوتبال ایران در سالهای قبل چند بار در جام جهانی حضور داشته و بازی‌های بیادماندنی در خاطره مردم به یادگار گذاشته و عدم حضور در مرحله دوم بضاعت و سقف فوتبال ما رو نشون میده، ولی میشه گفت برزیل 2014 اول صعود مقتدران فوتبال ایران به جام جهانی بود و این مهم با سرمربیگری آقای کارلوس کیروش امکان پذیر شد و میشه گفت آقای کیروش یک کلاس جدیدی رو در فوتبال ایران پیریزی کردن و فوتبال دوستان ما رو با لذت تازه آشنا کردن. بله، اینم نظر شنونده بود که در طریق پیامگیر برای ما پیغام گذاشته بود. امیر از ترکیه با اسکایپ با ماست، بفرمایید. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب سفیری و بینندگان محترمتون. عرض به خدمت شما که جناب سفیری، من در این راستا خب آقای این اسم شریفشون هم من آقای وارث رو منظورتونه، کارشناس برنامه امیر صداش قطع شد. علیرضا از کرمانشاه با ماست. علیرضا بفرمایید. علیرضا از کرمانش خرمشهر بفرمایید. خرمشهر سلام آقای سفید. سلام قربان، بفرمایید. خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم. با هم همینطور، سپاسگزارم، بفرمایید. عرضم به حضورتون که میخواستم اینو خدمتتون بگم، من همیشه برنامهاتونو پیگیری میکنم، بعد میخواستم بهتون بگم که یه جوابی بهتون میدم کل مثلا به این صورت بهتون بگم که
چون ما مسئولامون هیچ کدوم سر جای خودش نیست، همیشه ما مشکل داریم. بله. سپاسگزارم. ببخشید من میتونم از شما بله ببینید، شما از خرمشهر از خوزستان زنگ میزنید که در سالهای نه چندان دور بازیکنان بسیار بزرگی رو به فوتبال ایران تقدیم کرده، بازیکنان بسیار مهمی داشته. بله، مثل همون که نام بردیم، مثل آقای عبدالرضا برزگری که میگن که میتونست حتی در منطقه بدرخشه، اما شرایط انقلاب 57 همه شرایط رو به هم ریخت. به نظر شما آیا فوتبال های منطقی، قطب های منطقی مثل خوزستان و باشگاه های مثل پایداری مثل نفت بعد صنعت نفت آبادان نمیتونن به فوتبال ایران کمک کنن؟ مشکل چیه؟ چرا دولت نمیتونه در واقع فوتبال رو راهبری کنه؟ ورزش چرا استراتژی نداره به نظر شما؟ خدمتتون عرض کردم من یه مدتی برنامه‌های شما رو پیگیری میکنم. ممنونم. به این نتیجه رسیدم چون هیچ کس سر جای خودش نیست، نمیتونه کسی به کسی کمک کنه، نه اینکه نمیخوان. فرضاً موقعی که مدیر یه باشگاه توانمند نیست، نمیتونه کمک کنه به باشگاه خودش، بالاخره دیگه ما این مشکلات داریم دیگه. حالا نمیدونم چجوری باید توضیح بدم برای شما، فقط میتونم هیچ کس سر جای خودش نیست. ممنونم از اینکه علیرضا اومدی روی خط. سری بزنیم به روزیتا و شبکه‌های اجتماعی. در اینستاگرام هم نظرات مختلفی داشتیم. یکی از کاربرانمون به نام هاتف میگه وقتی نه ساختار داریم نه مدیریت، نتیجه همین میشه. هر کسی که میخواد بفهمه که چه خبر هستش میره و همون بهتر که رفت. اشارش به کارلوس کیروش هستش. کاربر دیگه‌ای به نام رحیم به همین موضوع اشاره کرده، به مسئله مدیریت. میگه علت اصلی کفاشیان هستش که چیزی از فوتبال نمیدونه و این وظیفش این بوده که یک مربی خوب رو نگه بداره ولی نتونست این کار رو بکنه. پیامی هم داریم، با هم میشنویم. فوتبال تو کشور ایران مشکلات زیاد داره، ولی بزرگترین مشکلش اینه که ملت این ورزش رو مثل همه دنیا دوست دارن، دولت ما برعکس همه دنیا دوست نداره. مشکل بزرگش همینه که دولت هر چیزی رو غیر خودش مورد توجه قرار گرفت دوست نداره. بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. بحث فوتبال و ورزش ایران هستش. آقای وارث، اجازه بدین این پرسش رو برنامه رو اینجوری ادامه بدیم که آیا واقعا این بحث مربیان خارجی و ارتقای جایگاه فوتبال در ورزش ایران میتونه بسته بشه یک جایی؟ آیا این نقطه پایانی داره یا خیر؟ خدمت شما عرض کنم اجازه فهمید به خاطر اهمیت رفتن کارلوس کیروش برای فوتبال ایران و به هر حال کسی که 3 سال خورده‌ای سکان تیم ملی فوتبال ایران در اختیارش بود و ما رو به جام جهانی برد و به هر حال برای فوتبال دوستان هم بسیار به نظر می‌رسد که انسان دوست داشتنی بوده. من یک اشاره کوچکی بکنم به این که آیا کارلوس کیروش باید می‌رفت یا باید نمی‌رفت. کارلوس کیروش، ما با 2 تا کارلوس کیروش طرف هستیم. یکی کارلوس کیروشی که تازه به ایران آمده بود، صحبت‌های تخصصی می‌کرد، صحبت رسیدگی به تیم‌های پایه می‌کرد، به همه چیز احترام می‌گذاشت و منطق اصل و اساس برخورد‌های کیروش در مصاحبه‌های اولیه‌اش بود و احترام به همه چیز. یکی کارلوس کیروشی هست که به شدت پوپولیست شد، به شدت هی میگفت مسئولیت 80 میلیون آدم ایرانی ها طرفدارا با منه. یکی که به شدت با مربیان، با قلعه نوعی، با کرانچار کل کرد، دعوا کرد، مادی و عصبی شد سر مسئله لباس. مثلا در تلویزیون در مقابل میلیون ها آدم اعتراض کرد که این لباس ها آب میره، نمیدن فلامه، برای خودش تیم درست کرد. کارلوس کیروش رو این فوتبال مریض ما اینجور کرد، بله. کارلوس کیروش اولیه فوق‌العاده بود و ضمناً کارلوس کیروش با اون اسم بزرگش که به نظر من 3 سال این فدراسیون و عوامل فوتبال ما پشت این اسم قایم شدن، به خاطر اینکه کسی نمیتونست، یعنی اصلا در قواره فوتبال ما که هیچ کس رو ما نداشتیم، ما نداریم که بخواد از لحاظ فنی با کارلوس کیروش برابری کنه. منتها کارلوس کیروش رو ما در
سطح روابط اجتماعی و روابط فوتبالیمون تبدیل کردیم متاسفانه به یکی از این دست‌اندرکاران دیگمون. و نکته بسیار مهم این است که من فکر میکنم این جام جهانی ما خودمونم بالاخره نفهمیدیم که از تیممون راضیم ناراضیم، اینی که یک امتیاز آوردیم چهارم شدیم مهمتره، اینی که نمیدونم جلوی آرژانتین چند موقعیت خوب داشتیم. خود کارلوس کیروش هم قاطی کرد که چجوری همه تحویل میگیرن، تلویزیون حال میده به قول معروف، میلیون ها آدم حتی جشن میگیرن، اینا مونده بود. و دست آخر این عدم مواجهه